واتکن شر درامه چیم نبکرده نزده پونه ام یولا استاد به خدو رحمت شب به نوعی صدای بلندی قوم بود که شنیده می شد چمن ملتی به وحدتش وارده آخه تانش درده ولی فیده بکرده ده یولا خدو نومی تودش اینترنشنال تیوی حرمتن تماشای کن درود بشم بهشم که اوجنان دشمه عزیز طولشون همروم یعنده چمه طولشا تیوی توجه برنامه اون دشمه ویندمو کردم چمه امروژنه برنامه هست بده به ایرون اده طولشون آستی بینوکه دکتر علی عبدالی ماردسوری گاردش دعوت کردم دمه همرو بماندن یعن دیا بکنم علی عبدالی انوش، ترجمچی، شاعر این تدقیقه که این هزا نفس و پنجای مینه سوری آفگوستمانگی هفته مینه روش اده خلخال منطقه کلوردی اده معکوبه اف پنجو سور بنا اشته فعالیتون ده تات این طولشی حقه ده تدقیق کرده بینو کرده شد نصف سی گله کتاب این چندا گله علمی مقاله اون طولشه خلقی تاریخ مدنیت این ادبیاتی بارده نوشته شد. البته اف فارسی طولشه این تاتی زبونه ده شیرون باتشه که ده گله کتو باده چاپ به. ایرون ده طولشه ناستی بینو کارده گره ای هزو نفسا نوده مینه سرده آذربایجانی ملی اکادمیا بای دکتراتی دیپلوماتو شد. چاند مانگ و دیگه ایرون ده طولشه مخصوص گزتی بکار بشه. اچه کادوسی تاریخ نومده کتاب اجمله مشهوره کتابون ده بکی ایران شناسون این تدقیقه کن اوید رفرانسی یا عنوانی قبول کرده بین این کتاب پیشو به ترکی زبونی پگاردنیه به او ده هزو ایمینه سرده تولشی، تاتی، آذری تدویقه لغت کتابی ده احسان یا شاطری سفارشی نوشته شد ده هزو چومینه سرده دکتر معین نومده ادبی مکافاتی به دست برده شد. این سور بدگه طولشناستی مرکزی بینو کرده شد. ایران تل رادیو تشکیلات ده انچوک تدقیقه که دیپلومه بای دوشونه. پیشون ده هزار نونزمینه سورده ارمنستانی دولتی یونیورسیتی عالی شورا علمی مدالی به دست برده شد. ایجان اچه جو اثرون طولشی مشهوره شخصیتون شمال منطقه ماهنیون تولشه این تاتی ادبیات اچای شعر کتاب آفتاب جار تولشون کیونین تولشون جیوگرافیا این تاریخی بارده چوگله مقاله تولشه کوچ اکا جامعه کو گله تحلیل تولشه این تاتی لغت کتاب نظری بر تولشه دوارده دورانی تولشی خورکون اچای فارسی از شعر کتاب ویشه این مردلوش قفاز این ایرانه تاتون تولش چه زرتشتی موکو و اواره تولشی مطبوعات تاره تولشی فولکلور ادبیات این سیرون رانگین میف این جو اثرون دکتر علی عبدالی ده هزو ویست و سمینه سوری ایونه مانگی پونزمینه رو شده طولشستونی رزوان شهر شهرده و خدا رحمت شد. روحش شبو بود. بلحظه در بمسمون طولشمغان مختار ریسپوبلیکا پریزیدنتی این مهاجر دولتی مساجه. طولشمغان مختار ریسپوبلیکا مجبوری بنتونه ده به حکومت. دلوانده غربینا طولشان طولشستانی تاریخی اوترنیاکاس فرهنگی پارز سویه ده تصویر کردکاس چما ملتی حقی روه ده روش نواردکاس ویست هشت گلا کتابی معلیف چه طولشی یولامیرد عالم پروفیسور علی عبدالی براحمد شه سورگرده شه چه یولا خدوکو با چما بارز عالمی رحمت پیده مونه. اف چما دل ادا دایم باجیه. خدو اچای روفی شو بکن.
Amin. De hurmati, Toluş Moğon Muhtar Respublika Prezidenti Boris Toluşinski. Toluş Moğon Muhtar Respublika Muhacir Hukumati Sarvaziri Muta Ali Ağayev. شما دقتی گره به تشکر کردمون. دمه همراه بماندن ده برنامه ایدومه که چمه کوی همرون با شما نو حضور کرده شده. واتر کن شب درامه چیم نبکرده نزده. کن داره پره بنی جیمونه مندن ازده. واتمه بنشیمون منگگله دومه نکا اشتن بالن ید سر درمونه شندن ازده. واتر کن آمیمونه منگگله پنیر آمه چه خاکی دشمندی سر درمونه کردن از اوته ای سور دواردین ای چم عزیزه کچکارده کو پونه ام یولا استاد بخدو رحمت شه بم روژنده ویسته ایمینجینه روژ خرداد ماه روژنده و ایله یولا گوینه بویش بشتان طلبان و شاگردون دوشه سن نو و شه ام گوینه بو طولشه قومیت زوین تاریخ فولکلور موسیقی حقنده تحقیقت کارده با اف کسی بی که نوزانینه استاد اف کسی بی که پنجو سورش اشتان عزیزه عمر بم روانده با کوبارده و بر رواندش نو ایرویننده اف کسی بی که تالشناسی چوش اولین بار بوش کرده و پنجو سورش زحمت کشد تا آمچو بوش و روشین بمانده استاد احسان شفیقی صدابه چه ایرونو اردبیلی منطقه که محمد حسین یاری چه جنوبی تالشی اکتیویستون که گلای فارسی زمونده کلیف وغاندشه که دعوت کردم دینده همرو ببیندمون البته سابتایتل اده ترکی و روسی این اشته جو پیازمونی پیدا بکنن این تمشو بکنن این پروگرامی برخی به تنهایی صدای رسای قومی بزرگ می شوند و این گونه معنای زندگیشان با ترکیبی از عشق و اراده تعریف می گردد زمانی که نام و نشانی از تات و تالش به گوش نمی رسید جوانی اهل تالش که دوران نوجوانی را در دل کوههای تالش و در بین عشایر منطقه گذراند از همان زمان با دشواری های وقت عزم خود را جذب بر معرفی و شناساندن تاریخ، زبان، فرهنگ و آداب و سنت های قوم باستانی تالش کرد از دکتر علی عبدالی به عنوان برجسته ترین تالشناس ایران نام می برند او بود که در سال 1353 بعد از تحقیقات نظری و میدانی در این حوزه موفق شد مسئولان وقت صدا سیمای گیلان را متقاعد نماید تا برای نخستین بار هر هفته حداقل نیم ساعت برنامه ویژه تالشان از رادیو پخش شود رویدادی که تنها با وجود جسارت با پشتوانه اراده دانش و عشق علی عبدالی به این قوم و سرزمین به واقعیت تبدیل گشت و برنامه رادیویی ماندگار سیری در تالش آغاز شد و آنچنان محبوبیت یافت که حتی تالشان جمهوری آذربایجان نیز برای شنیدن آن لحظه شماری می کردند او روزنامه نگاری بود که با تألیف کتاب تاریخچه مطبوعات تالش نگاهی واقع بینانه به جامعه رسانه این قوم عرضه کرد فارغ از وجود ابزارهای تکنولوژیکی امروز پای پیاده در روستاها بین عشایر در میان جنگل‌های هیرکانی و ییلاقات تالش حضور می‌یافت و با مردم به گفتگو می‌نشست. علی عبدالی همه کار برای معرفی این قوم باستانی انجام داد. کتاب‌ها به رشته تحریر درآورد، شعرها سرود، مقالات در رسانه‌های مختلف منتشر کرد. در فیلمنامه‌ها نقش اساسی ایفا نمود، در مجامع داخلی و خارجی حضور می‌یافت. و از تالش و تالشان سخن می گفت. به پاس تلاش‌هایش جوایز متعدد داخلی و خارجی نیز دریافت کرد. دریافت دکترای افتخاری از آکادمی ملی جمهوری آذربایجان و مدال درجه علمی از شورای عالی دانشگاه‌های دولتی ارمنستان به نوعی صدای بلند یک قوم بود که شنیده می‌شد. و از نگاهی قلب تالشان دو سوی آستارالرودا نیز به تپشی دوباره واداشت. اما یکی از دستاوردهای ارزشمند علی عبدالی علاوه بر آثار و تألیفات در تأسیس نخستین مؤسسه تالش‌شناسی ایران نمود پیدا می‌کند که در سال 1384 بنیان نهاد
این میراث گرانبهای علی عبدالی برای تالش و تالشان اکنون حتی بعد از درگذشت وی از اهمیت اساسی برخوردار است. عبدالی وکالت ادبی این مؤسسه را به دو فرزند خود نگاه و بردیا عبدالی واگذار کرده است که طبق اظهارات نگاه عبدالی مسئولیتی سخت بر دوش آنهاست تا بتوانند با شروع دوباره فعالیت‌های این مؤسسه ارزشمند مسیر برجسته‌ترین تالش‌شناس کشور را تداوم بخشند. مؤسسه تالش‌شناسی مدتی بعد از تأسیس به یکی از مراجع و منابع اصلی در حوزه تحقیق و معرفی تات و تالش تبدیل گشت. این مؤسسه به دلیل برخی مشکلات مالی مدتی توقف فعالیت را نیز تجربه کرده است، اما اکنون امیدواری هایی برای شروع فعالیت مجدد آن به چشم می خورد. مؤسسه‌ای که با جذب پژوهشگران و نویسندگان نسل قدیم و جدید می تواند نقش مؤثر در سازماندهی اطلاعات و تألیفات ایفا نماید و مرجعی معتبر برای معرفی و شناساندن قوم تات و تالش باشد. یکی از هیجان انگیزترین و قابل تأمل ترین ایده ها و حاصل یک عمر تلاش علی عبدالی ایده جایزه ادبی با نام دکتر علی عبدالی است که نگاه عبدالی در این رابطه میگوید پیگیر به سرانجام رساندن آن هستند. ایده ای که در صورت حمایت میتواند در آینده نچندان دور علاوه بر گستره منطقی در سطح کشور و بین الملل با تشویق، جذب و معرفی آثار برتر پژوهشگران و نویسندگان بر آوازه تالش و تالشان بیفزاید. این گونه است که آوازه علی عبدالی نیز به شایستگی تا دنیا دنیا باقی است میتواند بر تارک این منطقه بدرخشد. شب 26 خرداد ماه 1402 علی عبدالی چشم از جهان فرو بست و صبح 27 خرداد ماه نام علی عبدالی در کنار نام تالش بر خروجی تمام رسانه‌های کشور ظاهر شد. رویدادی تلخ، اما نخستین بار بود که در آن میزان وسعت و شدت نام تالش به سبب درگذشت مردی بزرگ پیش چشمان ایرانیان ظاهر می شد. اکنون میراث ارزشمندی از علی عبدالی برای قوم تالش باقی مانده است، اما او خود به میراثی از تالش تبدیل گشته است. عزیز تماشاکن، دچمه یوتیوب کانالی سابسکرایب کرده و ما کمکتی بکن که شما صدا به وین تولشون گوش برسو. محمد حسین یاری ده رحمتیک علی عبدالی کینه نگاه عبدالی گله ووتمون پششه که دعوت کردم با ویندمون دینده همون. خانم عبدالی، در مورد جایزه ادبی به نام دکتر عبدالی گفتید، خب این چقدر جدی هستش؟ میشه امیدوار بود که همچین جایزه ثبت بشه؟ ما دوست داریم کاری انجام بشه آقای یاری. بچه هایی که هم اومدن صحبت کردن، چه عزیزانی که قبلا توی این مؤسسه بودن، چه ما اعضای خانواده، به هر حال به نوعی میخوایم تلاش کنیم که اسم بابا رو زنده نگه داریم. هرچند کتاب های بابا، پژوهش های بابا اینقدر هست که اگر ما هیچ به فرض خدای نکرده هیچ تقلایی هم در این راه نکنیم، شما هر جا بخوای بگی تالش حتما نیاز داری که بخوای دو خط هم بنویسی، حتما از یک کتاب بابا حداقل استفاده بکنی. این دیگه یک چیز واضحه.
و اصلا جای دفاع نداره که من بگم آره من دخترشم دارم ازش دفاع میکنم. نه اصلا چه این چیزی نیست. من و برادرم بردیا رو به عنوان وکیل ادبی خودش رو وصیت‌نامه‌اش معرفی کرده که این کاراشو پیگیری بکنیم و خیلی جدی من و بردیام داریم با کمک خانواده با کمک خواهر برادرامون این کارا رو پیگیری میکنیم 100%. مؤسسه تالش شناسی فکر کنم که یکی از دغدغه‌های اصلی ایشون هم بودن بود و شما فکر کنم مسئولیت خیلی سنگینی تو این زمینه خواهید داشت. زمانی که پدر در قید حیات بودن ما به طور مستقیم تو کار مؤسسه دخالت نداشتیم. یه هیئت مدیره‌ای داشتن، مؤسس مدیر، کارهای فرهنگی انجام میدادن، اجرای کنسرت، همایش‌ها، تجلیل از پیشکسوت‌ها، خیلی خوب داشت کار میکرد. ولی مشکلات از نظر مالی خصوصا تحت فشار بودن. برای هر کاری که میخواد انجام بشه اسپانسر میخواد دیگه. متاسفانه حمایتی نشد و دیگه بابام انقدر تحت فشار کارها و مسائل دیگه بود که بیشتر مثلا شاید سالی مثلا دوبار یه برنامه اجرا میکردم ولی دوستان آقای احمدی، آقای قنبرزاده اینا خیلی پیگیر بودن، فعال بودن. بعد بابام کارهای مدیریتیشو انجام میداد. اواخر چیز بود، اردیبهشت بود، یه گروه از بچهای هشبر اومدن پیش بابا، منم بودم تو اون جلسه، که مشتاق بودن این مؤسسه دوباره کار بکنه، فعالیت بکنه. جوانان بودن که خیلی طلبه این کار بودن، خیلی اهل ذوق بودن. بابام خیلی استقبال کرد، گفت خیلی هم خوب، خیلی هم عالی، باشه کاراشو پیگیر بشیم. همین کارا پیگیر بشیم که دیگه 10-15 روز نشد که بابا به رحمت خدا رفت. مطمئنا خیلی بیشتر و پرشورتر بچه‌ها دوست دارن همکاری کنن. مسئله دیگه بابا سمتش نمی‌رفت. تمام تلاش ما هست که همین کارا، همین راهو ادامه بدیم که نه دستاورد بابا تو این چندین سال زیر سوال بره و نه اینکه ما در مقابل وجدان خودمون شرمنده باشیم که فرزند و وارث نالایقی بودیم. شما لطف دارید خانم عبدالی، خیلی ممنون که قبول کردید، پذیرفتید این گفتگو رو. رویشان شاد همواره، نامشان که یقینا ماندگار خواهد بود. صحبتی، مطلبی، چیزی اگه دارید؟ تشکر میکنم ازتون وقت گذاشتین، ممنونم. تالش اینترنشنال تیوی عزیز تماشاکن ویشم که تو با اصد دمه همراه مانده یونه این بشته تیوی برنامه اون دیگر کرده یونه باشمون با مسامون تالش مغان مختار ریسپوبلیکا صدر وزیر علی آقایوی صدو تالش ملت اشتا روشنا استوان هس وقت بپه چه یود به نکای امانی ملت بکا مردان همونا روشنا مردونین چوانا دا گلیان امرو اچه خاطره چما دلان ابیا مرد تاریخسان شاعر اتنوگراف پرهنگ شناس استاد علی عبدالیه علی عبدالی امر کرد به انجاق اچه جای امر با هزو سرون برابر گل عمره ای با تلوشی وی کنش کرده اصدن چه تلوشی آلیمون چه تلوشی حقه گل یازی نوشته ده مطلق به علی عبدالی مراجعت کردن اچه اثرون هاندن چوانه ده بهره پگتن علی عبدالی تو با ویسکله اثرش نوشته که این اثران با تلوشی گل یادیگارین چه تلوشی ملتی دنیا دا اشتا ورا سه گروشو حدینن ارتق اهمیتش است. ملت چه اثران که همیشه بهرالمیش بدم علی عبدالی باشتا خالقی حقه روشنه نامرد به همیشه روشنش کتبه این روشنه مرد
چما همه دلادا همیشه باشیه اچه چما گیدا حقش است. اوشتا ملتی با ملتون دلا به کاردش پیده به چما یودا دا که نوی سمینجی سورا دا سرحدون اوش بیدا علی عبدالی همچینی جنبی تولوشون زیالون و شمالی تولوشون گله سفرشون کارده. از سفری ایلک سفر نده بکی چما ملتی به وحدتش وارده به ایبیمونش وارده دغلا تولوشش به ایورش وارده. چما نان که دشته اثارون همان دشته عملون دشته صحبتون به تولوشی ایبیمونش آرزوش کرده به چمانان عمرو اچه ودا بپه حرکتمون بوبوی سخانمون بوبوی بچه فکرون با دنیو با جی وارده گروشو بپه اما کن بکمون پراکتیک فعالیت نشون بدمون. عمرو با علی عبدالی خدا که رحمت پیدمه خدا چه روحی شو بکو اچه خاطره همیشه چما دلده با منده دائمی ببه. تولش اینترنشنال تیوی حرمتینه تماشای کن شما دقتی گره به تشکر کردم ایجان چما کوی همراه کن به تشکر کردم سابسکرابی یودی که به مکن شما نظر یم فکرون بباغندن به منو شما نیاز بردن به یول خدو خدو حافظ. آخ تناشی خرگتم و کراب مرم خدا جان گریه ترگو نکم تناشیرم اپو دل را تناش درده ولی وینی بکردم
خدا جان خزانه بشنم. آخه نبینی نه 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 کورا برا جام نه لایشته چرا خلی وقتا